من در یکی از روزهای گرم تابستان در صلات ظهر به دنیا آمدم. در کجا؟ در خانه بزرگ در کوچه درددار. کوچه درددار کوچه‌ای بود که یک سر آن به خیابان ری باز می‌شد و سر دیگر آن به محله امامزاده یحیی می‌رسید. در واقع من بچه محله امامزاده یحیی تهران هستم. در آن سوی محله امامزاده یحیی خیابان سیروس قرار داشت و در آن طرف خیابان در خیابان سیروس محله یهودی‌های عمده‌ای در شهر تهران بود. من نمی‌دانم واقعا تنها محله یهودی بود، یهودی نشین تهران بود یا یکی از مهمترین اونها بود. در محله یهودی‌ها از همه قماش آدم و تخصصی رو می توانستی پیدا بکنی، از رامشگران مجالس عروسی تا پزشکان تا ماماها و قابلها. وقتی مادرم بیتاب شده بود که مرا به دنیا بیاورد، یک قابله یهودی از آن طرف خیابان آوردند. بعدها که برای زایمان بقیه زنها به خانه بزرگ پدر سالار ما می آمد، من قیافه او را دیدم. نامش صفورا بود. بیش از 40 یا 45 کیلوگرم وزن نداشت. لاغر و استخوانی بود، میان قامت بود و دو چشم سیاه براقش در میان این اندام استخوانی همیشه برق میزد. دستهای بلند و باریکی داشت و خیلی زود فهمیدم که این دست ها در حیات بخشیدن من چه نقشی داشته است. چندی قبل که طرح برنامه امشب را می ریختم، بی اختیار به یاد روز تولدم و دست های بلند و باریک و کشیده صفورا افتادم که مرا به این جهان آورد. نمی دانم صحنه هایی که در این ویدیو برای شما پخش می کنم می بینید بود یا حسرت این که شاید صفورا هم مرا اینطور شسته باشد و نوازشم کرده باشد. مرا بران داشت تا در آغاز برنامه امشب که ویژه بررسی قانون بهداشت و درمان معروف به اوباماکر هست و شخصیت ارزنده ایرانی دکتر کامران بروخیم را به استودیوی تلویزیون پارس دعوت کردم، از شما هم دعوت کنم تا با هم نگاهی بکنیم به صحنه های شستشو و برخورد با یک نوزاد. مطمئن هستم اگر دکتر هولاکویی که احتمالاً در انتظار نوه هست، برای نه بالفعل بالقوه، اگر این فیلم را نگاه کند، علی‌رغم تمام دانش و توانایی خود سعی می‌کند آن را یاد بگیرد تا اولین نوه خود را اینطور شستشو دهد. دیگر عزیز ملاحظه فرمودید، به نظر من سرشار از زندگی و زیبایی بود. خانم ها، آقایان، مهمان ارجمند برنامه امشب همصدایی دکتر کامران بروخیم با ما هستند. جناب دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام و درود بر شما شنوندگان و بینندگان بسیار بسیار عزیز این برنامه. اولا خیر مقدم خدمتون عرض میکنم که این برنامه در تلویزیون پارس تشریف بردین. تبریک میگم به تمام شنوندگان و بینندگانی که برنامه شما رو همیشه دوست داشتن و واقعا علاقمند بودن که برنامه شما رو گوش بدن. دوم این که از دوست بسیار عزیزم آقای مهندس امیر شجره که در جمع آوری گروهی از بهترین ها همیشه سعی وافری داشته و البته خب من چون باش خیلی شوخی های خیلی زیادی هم دارم سر به سرش میذارم، اصولا امیر زیر همچین یواش 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 همه کاراش میکنه. اینم به خاطر خاصیت خاصیه که اون باهوشی آذربایجانیشو داره و اون لطف و لطافت شمالیش هم داره، چون اگر که چون مهندس شجره از دو تیره است، مال یه طرفش مال لاهیجانه، یه طرف مال آذربایجانه.
در نتیجه وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که گروهی واقعا من میتونم به جرئت بگم که بهترینایی رو که ممکن بوده بتونن در امریکا برنامه اجرا بکنن و خوشبختانه در این تلویزیون جمع‌آوری کردن و من بسیار بسیار افتخار میکنم که با همه اونا دوستای بسیار بسیار عزیز و نازنینی هستن که سالیان خیلی خیلی دراز در خدمتشون بودم و چقدر افتخار دارم که الان مدتی هم هست که در خدمت شما افتخار داشتم، قبلنم با شما برنامه داشتم و از طرف دیگه چون یه مقدار زیادی احساس فامیلی با شما میکنم به خاطر اینه که من دوست بسیار عزیزم کسرا که شوهر خواهر شما بود و همینطور خواهر نازنین شما موقعی که من در شاهنرود بودم 3.5 سال در خدمتشون بودیم، پژمان عزیزم که پسر خواهر شماست مثل بچه خودم بوده و واقعا بسیار برام عزیز بوده همیشه تا زمانی که اونجا بودم. اینه که خلاصه خیلی خیلی خیر مقدم میگم و من مطمئنم که کارهایی که شما خواهین کرد، برنامه‌های متفاوتی که در تلویزیون پارس ایجاد میشه، خصوصا یکی از محاسنی که وجود داره به نظر من که به مهندس شجرم همیشه من گفتم، عقاید مختلف، نظریات مختلف همیشه میتونه کارساز باشه، دلیلی با مخالفت و دشمنی نداره، بلکه از این نظریات مختلف میشه خیلی خیلی بهره برداری کرد به نفع ملت ایران، به نفع کسایی که در امریکا زندگی میکنن، در اروپا زندگی میکنن. ما الان ملاحظه فرمایید دو تا مشکل داریم، یکی مشکلات مملکتمونه، یکی مشکل ماها که در کشورهای دیگه زندگی میکنیم و هنوز مسائل خودمون نتونستیم حل بکنیم و هنوز آگاهی های کامل رو نگرفتیم. در نتیجه اینه که میبایستی مجموعه این دوتا رو اگر بخوایم در نظر بگیریم میتونه که خیلی خیلی کمک بکنه. اگه ما اینجا ریلکس باشیم، راحت باشیم، نگرانی کار خاصمون نداشته باشیم، ممکنه خیلی کارهای دیگر هم بتونیم بکنیم برای مملکت خودمون و همینطور اگه اونا راحت باشن ما هم اعصابمون آرومتر خواهد. همینطوره دکتر، بریم سر مسئله بسیار جدی که باهاش این روزا هر کسی که در آمریکا زندگی میکنه به نحوی درگیر شده و درگیر هست، لایه قانون معروف به اوباماکر، قانون بهداشتی و درمانی اوباما که محصول و نتیجه یکی از قولهای انتخاباتی اولین دوره ریاست جمهوری اوباما بود و اوباما در واقع 2 سال اول ریاست جمهوریش، حداقل کاملا سال اولش رو در دورانی که داشت کارآموزی ریاست جمهوری میکرد صرف این کرد به جای اینکه مثلا صرف مسئله اشتغال بکنه. خب اولا به نظر میسه این لایحه قانون بسیار قانون مهم و اثرگذاری است، ولی این اون لایحه‌ای نبود که ابتدا اوباما به مجلس برد و درنچه مصالحه هایی که در مجلس کرد به این شکل ریخته فعلیش در آمد و از اکتبر امسال مراحل اجراییش آغاز شد. اولا به طور خلاصه میخوام برای من بفرمایید چند تا از واقعیات این قانون، این قانون چی میگه، جنبه های مثبت و منفیش کنید. اولا این قانون قانون اوباماکر نیست، افوردبل کر اسمش. حضورتون عرض کنم که این در 2010 تصویب شد، بعدن هم که خیلی اشکالات زیادی شد حتی به سوپریم کورت رفت و سوپریم کورت تصویب کردن که این قانون باشه. در نتیجه این قانونه بله. یعنی این یه چیزی نیستش که بشه بازی کرد باشه 100%. در به نظر شما قبل از اینکه برید جلو، بله، این قانون از شما به عنوان یک کسی که پزشک هستید و در کار فعالیت‌های کلینیکی پزشکی خصوصی در آمریکا بودید و هستید، این قانون در مجموع یک حرکت به جلوست یا نیست؟ حضورتون عرض کنم که این 3 تا جنبه کاملا متفاوت. بله. یک، برای کل بودجه مملکت و به طور کلی با توجه به اینکه مخارج درمانی پزشکی در امریکا 18.2% در شرایط فعلیه و احتمال داره که یه مقداری مخارج بالاتر ببره، ممکنه که یه مقدار مسائل مالی رو به وجود بیاره، در این حالی که
من البته بعداً ممکنه خدمتتون عرض کنم که ممکن هم هستش که نباشه، ممکن حتی کمتر بکنه این مخارجو، به دلایلی که بعداً خدمتتون عرض میکنم. یکیش مال بودجه است. دوم اینه که برای پزشکان به طور کلی خوب نخواهد بود. پزشکان مطمئناً اون درآمد و اون چیزایی رو که داشتن رو نخواهند داشت. این چیزی دیگه است. سوم اینه که من چیزی که بسیار به نفع جامعه ایرانیه این افوردبل کر. دلیلش هم اینه که ما جامعه به طور کلی نه تنها ما بلکه تمام مهاجرین که وارد امریکا شدن به دلیل اینکه اینا کار نکردن در سازمان‌های دولتی یا جاهای مختلف و خیلی از اینا هم حتی پولی پرداخت نکردن بابت سوشال سکیوریتی و مدیکر و غیره و غیره، در نتیجه نمیتونستن مدیکر بگیرن، در نتیجه میبایستی اینا یک کاری میکردن که از بیمه های درمانی عمومی استفاده کنن. ما حدود 50 میلیون، 48 میلیون بود شده الان 50 میلیون، 50 میلیون ببخشید 50 میلیون کسایی که بیمه ندارن داریم، ولی 120 میلیون کسایی رو داریم که بیمه هاشون با دیداکتیبل های بالاست، کسایی هم که وقتی میرن مخارج درمانی که باید بپردازن بسیار بسیار زیاده. یعنی به طوریه که شما مثلا به عنوان مثال یه دونه امرجنسی روم اگه کسی بره دیگه که من دل درد دارم، اگر یه دونه کتسکن ازش بکنن و یه مقدار معاینش بکنن، یه 4 تا آزمایش بکنن، در حدود 17 تا 20 هزار دلار صورت حسابش میشه، که وقتی که 17 تا 20 هزار دلار صورت حساب این بیمار شده، خب اولا دیداکتیبل کامل ازش میگیرن، 20% هم تا 8 هزار دلار ازش میگیرن، مثلا در نتیجه 4-5 هزار دلار هر کسی میشه. شما میدونید یکی از دلایل بسیار بزرگ بانکراپسی در امریکا مسائل درمانیه که افرادو متاسفانه مجبور میشن که ورشکستگی اعلام کنن. یکی از چیزهای مهمه در اینجا مشکلات بسیار بزرگی به وجود اومده که این مشکل اولش این بود که 37 از استیت‌های مختلف قبول نکردن که اینو شرکت کنن توش. حالا این 37 نفری که شرکت نکردن مشکلات بزرگی برای افرادی که در داخل اون استیت‌ها هستن حتما به وجود میاره. خوشبختانه کالیفرنیا اولیش بود که قبول کرد و اسم بیمه کالیفرنیا که کاورد کالیفرنیا است هستش ACA. در این حال تو ما الان بیشتر در این مورد و بعدم در مورد استیت‌های دیگه صحبت میکنم. به طور کلی قانونی که از اول جنوری ایجاد میشه چند تا مسئله است که 100% به نفع افراد میتونه باشه. 10 تا امتیاز فوق‌العاده به نفع افراد میتونه داشته باشه. اول بزرگترین ایشویی که وجود داره اینه که همه افراد گارانتید که با 100% بتونن بیمه بگیرن. اینا بیمه های خصوصی به دلیل اینکه شما در وقتی 1700 و مثل 1700 خورده که بیمه شروع شد، بر اساس ریسکایی که ممکن بود اومدن افراد و بیمه گذار نسبت کاملا سالم یه سری محدودیت اینا برای اون کسایی، یعنی بیایی میرفت بالا. حالا این اومده گفته نه اصلا اینطور چیزی نیست، یعنی پی اگزیستن کاندیشن رو به کل برداشت، یعنی اومده به طور کلی هیچ گونه کسی نمیتونه که بیان بگن تو بیمه نمیتونی بگیری به این دلیل. دوم این که هر بیمه کسی که بیمه بوده حتما بایستی مجدداً بیمش کنن، نمیتونن کنسلش کنن، نمیتونن قطع کنن بیمشو. این دوم میشه. سوم اینه که هرگز به خاطر این که یه ریسک بیشتری مثلا یه کسی کنسل گرفته، نمیتونن وسط کار بگن خیلی خوب حالا که تو بیمه، حالا که تو کنسل گرفتی من قطعت میکنم. اینا بوده که همیشه اتفاق میافتاد در تمام موارد. تو در سوالت ننوشته بودی که مثلا سیگاری بودی، در سوالت ننوشته بودی که فامیلت مثلا کانسر فلان داشته، در نگفته بودی که رفتم بیمار مثلا قلبم ناراحت بوده فلان دوا رو می‌خوردم قطعش می‌کردن، دیگه اینا رو نمی‌تونن بکنن.
و یه چیز دیگری هست که هرگز به خاطر اینکه اشتباهی که کرده مثلا گفته که من سیگاری نیستم ولی سیگاریه، نمیتونم بیمه‌شو باطل کنم، نمیتونم باطل کنم. یعنی این اینا از امتیازاتیه که به طور کلی یه امتیاز دیگه هم داره دکتر، حتما در لیست شما هست، این است که تمام بچه‌ها الان اونم 9 میلیون اونا رو یعنی حدود تا سن 26 سالگی. بله آها، یکی دیگه از امتیازاتی که خیلی خیلی مهم بود قبلا، اگه کسی دانشجو بود مثلا تا یه زمانی میتونست با خانواده‌اش باشه، ولی الان تا 26 سالگی میتونه زیر کاورج باشه. که الان میرسم که قیمتایی که برای هر چقدر چه جوریه و چه کدوم ما مجانی میشن. یکی از مشکلات بسیار بزرگی که وجود داره که خواهد بود، قیمت‌ها به چه صورتی میشه؟ یکی به صورت منطقه است. شما در چه منطقه زندگی میکنی قیمت بیمه فرق میکنه؟ در یعنی خوشبختانه یه قیمت سراسر کشور نیست، بسته به درآمد سرانه، درآمد متوسط، درآمد خانواده. یکی افراد، یکی قسمتی که شما زندگی میکنین، تعداد افراد، و یکی هم سن افرادی که در خانواده هستن. با این قیمت بیمه ها تعیین میشه. به طور کلی اشکال بزرگی که البته یکی از چیزهایی که در کالیفرنیا به خصوص تأکید کردن این بود که به هیچ وجه سیگاری ها رو که قبلا خیلی خیلی مشکل بود نمیتونن بیشتر چارجشون کنن، مثل یه فرد عادی است، اصلا هیچ گونه اضافه نمیتونن براشون بگیرن. حالا یه چیزی که از جانب درسته که به نظر میرسه چیزای برای بعضی ها ممکنه مهم نباشه، ولی در این کارتلای پزشکی آمریکا و بیمه های آمریکا اصلا شما پزشکا جزوش هستین؟ اصلا حضورتون اصلا شما هست اینجا زونا؟ والا من اگه الان بهتون بگم شما ممکنه اینجا شما و شنوندگان بشین یه مقدار زیادی واسه ما زار زار گریه کنید، در مسجد هم بدین واسه همون که شاید پول جمع کنیم به خاطر این پس این بلیه اومیست که همه پزشکا دوچارشن. این نه الان یک مشکل بسیار بزرگی واسه همه پزشکا شده، ولی الان خدمتتون عرض میکنم که چه چیزی هست. اصولا در جنوریه 2014 همه باید بیمه داشته باشن، ولی اگه کسی نخواست بگیره جریمش میکنن. آخ که چقدر این جریمه سنگینیه که انقدر ریپابلیکن ها و جمهوری خواهد سر صدا میکنن، آقا مردم میخوان جریمه کنن. آقا اگه شما جریمه نخواستی بنویسی 95 دلار در سال جریمت میکنن. بله، یا 95 دلار جریمت میکنن یا به اصطلاح یه مقدار بسیار ناچیزی از بگم کنم 1% اینکامت بعد از همه کسورات رو کسب میکنه. نه ولی نه، هر کدوم بیشتر باشه. آره یا گروس بیشتر. آره یا نه گروس نه اینکام. آره یعنی مثلا بزن یه توضیح بدیم برای بیننده. اگه فرض کنی 1000 دلار آقای شجره در ما بنده حقوق میده فرض میکنیم و بنده بیمه ندارم و ایشون مجبوری برای من بیمه بگیره، یا من باید یا نمیخوام بیمه بشم یا ما این 92 دلار باید به دولت جریمه بدم. درسته؟ نه ماهی، سالی یا بله سال در سال در یا در سال 100 دلار جریمه باید بدم. 95 دلار. و این تی پارتی و جمهوری خواها کردن پیرن عثمون برای زدن تو سر در واقع این لایحه قانون. نه به طور کلی یکی از اشکالات خیلی بزرگ، من واقعا حالا اینا وسط یه خوده باید همش که فراج پزشکی نمیخوام بگیم، یکی از اشکالات بسیار بزرگی که ما داریم، ما افرادی که در به طور کلی اصولا برای افرادی که مهاجرن، شما همیشه یادتون باشه تنها کسانی که حمایتمون کردن و میکنن گروه دموکراته. شما این همه مسنی رو که ما داریم الان و دارن مایی 4000 دلار حداقل برای هر مسن میدن، شما فکر میکنین در ماه بابت حداقلی که پولی که داره در همین کالیفرنیا برای افراد مسن دولت پرداخت میکنه برای ایرانی ها چقدر به نظر شما؟ نمیدونم مثلا حدس بزنین چقدر؟ من اصلا میتونم نمونه های خیلی درخشانی رو خدمتتون بگم در این مورد از نظر هزینه ای که در موارد مختلف به طور کلی اینا یه بیمه مدیکر در حدود 1200 دلار دوا و اینا شونم که خدا میدونه که چقدر زیاده، 800-900 دلار سوشال سکیوریتی بهشون میدن،
و در حدود کمک هزینه که 300 400 دلار 500 دلار که کمک میخوان، کمک کسی برای کمکشون بکنه، این چیزاست. و وقتی هم که میرن در بیمارستانی جای دیگه هستن، خدا میدونه که چقدر خرجشون خواهد شد. در نتیجه اوریج حدود 4000 دلاره، اینطوری که حساب کنید 60000 تا میشه 240000 60000 نفر 4000 دلار میشه چقدر در ما؟ 240 میلیون دلار فقط واسه ایرانی. حالا بریم بینندگان عزیز، قبل از این که بریم باید به استعدادتون برسونم که ادامه بدیم گفتگو رو با دکتر کامران بروخیم و بپرسم که چرا باید دائما به حال پزشکا در آمریکا گریه کرد و چرا وقتی با هر پزشکی در آمریکا صحبت میکنی، ضمن این که ظاهرا پردرآمدترین مشاغل رو دارن، واقعا همونطور که گفت آخر سر بحث با یه دکتر اونجا میرسه که شما فکر میکنید که واقعا احتیاج به کمک های انسانی و مادی شما دارن برای ادامه کار شد. این ادعا تا چه حد ممکنه با واقعیت پزشکی و کارترهای پزشکی در آمریکا جور در بیاد؟ چرا دکتر بروخیم داره میگه که این درآمد پزشکان رو محدود خواهد کرد، در حالی که به نظر نمیرسه که چنین واقعیتی وجود داشته باشه؟ لااقل آدمایی که از دور دستی بر آتش دارن مثل من شک دارن در این مورد. چرا؟ به خاطر اینکه این میاد تقریبا امکانات درمانی رو برای اونها که ندارند به وجود میاره. اونها که بیمه های فانتزی دارن، بیمه های خوب دارند رو اصولا بهشون دست نمیزنه. همه اینها رو بعد از پیام بازرگانی ویژه این برنامه که مربوط به خدمات خانم دکتر سالومه امیر قهاری، حقوقدانی است که تامین هزینه های این برنامه رو براش کمر همت بسته، وکیل متخصصی که یک وکیل عادی نیست، در زمینه مهاجرت و در زمینه مسئله مالیاتی دارای تخصص بسیار ارزنده است و امیدوار هستم که تا حالا چند بار از ایشون خواستم در همین برنامه های اول از ایشون دعوت کنم، ولی به هر حال ایشون در ماه ژانویه رو به من قول دادن وقتی مسئله مالیاتی حاد میشه یک برنامه رو ویژه معرفی خدمات ایشون داشته باشم و دکتر سالومه امیر قهاری رو بیشتر آشنا بکنم و بیان در اینجا شما با خدماتشون آشنا بشید. اجازه بدید به پیام بازرگانی در این مورد نگاه کنیم، برگردیم ببینیم که واقعا اوباماکر یا افوردبل کر در نهایت به نفع مردم آمریکاست، یک قدم به جلوست. آیا این مخالفت ساختار سرمایه‌داری بی‌رحم آمریکا نیست که با هر قدمی در جهت تعادل طبقاتی مخالفت میکنه؟ با ما باشید. بینندگان عزیز برگشتیم و در خدمت شما بینندگان عزیز به اتفاق دکتر کامران بروخیم هستم. دکتر جان، این آهوناله شما پزشکا یعنی اول اجازه بدین که من فعلا راجع به خود این چیز صحبت کنم، بعد به آهوناله هم میرسم. خب پس یه جوری باید اصول بکنیم بعد برسیم، چون برای من خیلی مهم اصولا چرا به حال شما دکتر باید گریه کرد؟ اصولا اول بیارم نه فعلا دستمال نیاد، ولی فعلا دستمال نیاد چون فعلا اشکم نمیاد، بعدا ممکنه بیاد. حضور درست کنم که اولا این برنامه مدیکیدو که در استیت‌های دیگه میگن مدیکید و در اینجا مدیکل میگن رو بسیار بسیار گسترش میده و خصوصا در کالیفرنیا تعداد افرادی که شامل مدیکل خواهند شد فوق‌العاده زیاد خواهد بود. حالا الان چون دلیلش هم میارم که کالیفرنیا کر که قیمت گذاشته چجوری گذاشته که چه کسایی چجوری میشه. دوم این که به طور کلی اگر این که مثلا کسایی یه خورده بیشتر داشته باشن بازم یه مقداری کمک میگیرن که بیماشون رو بگیرن که اونا رو راجع بهش صحبت میکنیم. و این مشکل بزرگی که وجود اومد با کمال تأسف آماده نبودن دولت، آماده نبودن این جریانات کامپیوتری و یکی از بزرگترین مسائل و مشکلاتی رو که در مملکت حالا وجود داشته به وجود آورده. خوشبختانه الان یه مقداری درست شد، ولی هنوز مشکل بزرگ در اینه که هنوز این آماده نشده، هنوز افراد با این که تا 23 بیشتر وقت نیست که اسمشون رو بنویسن و یادداشت کنن، خیلی وقتا میبینین که میخوان بزنن رو کامپیوتر و انقدر هست که نمیتونه بره. دومی که افرادی که اینا رو بیمه میکنن بابت بیمه
نفری 18 دلار بیشتر بهشون نمیدن، یعنی این بیمه‌گران. در نتیجه اونام خیلی خیلی وقتا علاقه ندارن. نه یه کاری که کارفرماهای ایرانی کردن، من میبینم کارفرماهای ایرانی این کار کردن، مثل اینکه تعداد ساعت کار کارگر، نه هنه چون 50 اولا قرار بود که تا 50 تا باشه، 50 ساعت در هفته، نه تا 50 نفر این که باشن، بعد تو 100 تا الان شد تا 2015 کارمند چیزار کاری ندارن، تا 100 تا رو الان کاری ندارن که 100 نفر امپلوی داشته باشن. در نتیجه هیچ مجبور نیستن اونا، هیچ کسی اصلا الان هیچ کسی نباید مجبوری که برای کارفرما برای کارگراش بگیره نگیره، اون بستگی به خود آدم‌ها داره. پس بنابراین این میشه همینجا این مژده رو داد ای کارفرماهای ایرانی، چون من میشناسم کارفرماهای ایرانی اصلا نگران، اصلا نگران ایده هیچ وقت ایده از کارگران خودشون رو لی‌آف کردن و ساعت کارشون رو آوردن پایین، به جای 40 ساعت کردن 30 ساعت. وقتی زندگی کارگر رو 10 ساعت ساعت کارشو میارید پایین، با همه چیز دارید بازی میکنید. کارگرا رو آوردن پایین به خاطر وحشت از پرداخت اصلا میارید. به هیچ معنی نیستین بحث. اصلا 100% بی‌معنیه به طور کلی. یکی دیگه از اشکالاتی که به وجود اومده بود این بود که بیمه به طور کلی بیمه ها، خب میدونی کارتلای مافیایی، نمیخوام بگم مافیایی، حالا چی میگه، خب یواش یواش داریم به هم نزدیک میشیم. آره نه بیمه ها اصولا شما ملاحظه بفرمایید، بیمه ها حدود به نظر میرسه 35-40% از کل پرمیوم خرج فقط و فقط اونا و بونوسایی که میشه که مثلا 6 میلیون دلار مثلا پرزیدنت فلان کس بونوس میگیره در سال، یا اون یکی اون یکی، یعنی یه چیزای وحشتناکه. حالا من البته بعداً اگه لازم شد راجع به اونام همه‌شو میگیم. بذار یه پرانتز باز کنم. در شمال کالیفرنیا در دهات ما، یعنی منطقه سان فرانسیسکو سان حوزه، یه مرکز پزشکی ورشکست شد. قبل از ورشکستگی که از دور خارج بشه فقط 12 میلیون دلار به پرزیدنت کمپانی که پزشک بود به عنوان پاداش دادن و بعد کمپانی ورشکست شد. حضورتون عرض کردم که یکی از اشکالات بسیار بزرگی که وجود داره اینه که بیمه ها برای اینکه اولا مخالفت اصلی رو چون همین شرکت های بزرگ میکنن دیگه، در نتیجه اینا اومدن اولین کاری که کردن تعداد زیادی از افراد و بیمه هاشون از اول جنوری کنسل چیز کردن، گفتن خب ما شما رو دیگه بیمه نمی کنیم. این مشکل بزرگی به وجود اومد چون پیش بینی نشده بود در قانون اوباما، یعنی افوردبل کر، که باید به اینا بگن آقا شما نمیتونید این کارو بکنید، مشکل ایجاد شد. خوشبختانه یه مقداری بعد از مذاکراتی که شده مثل که تا 2015 این تمدید شد. ولی باید یه چیزی دیگه باید توجه داشته باشین که بین 30-50% افرادی که پول بیشتری در میارن بیماشون افزایش پیدا میکنه، یعنی این البته باید اینو بگیم، چون اگر اونا پولو ندن که خب نمیتونه خرج این افراد دیگه پرداخت بشه. دوم این که تعدادی که اسم ننویسن به اندازه کافی و پول به اندازه کافی نیاد، اونه که مشکل ایجاد خواهد کرد، چون بعد این خودش بعد از یه مدتی کاملا خودکفا بشه. اگر این بیمه خودکفا نشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، برای که این پولی که 800 میلیاردی که اینا برای این مسئله گذاشتن، اینو به این یه صورتی گذاشتن که بعداً بتونه خودکفا بشه و اون خودکفاش بودنش هم باز مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه. یکی از مسائل دیگری که الان واقعاً ایجاد اشکال کرده اینه که خب میان مدیکال میدن. مدیکال که میدن برای چی؟ خب شرکتی که آی پی ای که بیمه که اصلی که داره میگیره به آی پی ای، اون کسی که به حساب این منیجمنت رو بهش میگن که independent practice که به حساب ماها یه گروهی از دکترها رو میاد قرارداد بهشون میبنده، میاد اون 100 دلار میگیره، میاد به دکتر بین 8 تا 14 دلار درمان میده، میگه آقا یه ماه یه دفعه میاد، 10 دفعه میاد، 50 دفعه میاد، من بیشتر بهت نمیدم. این که دکترها میگن که ما واقعا نمیتونیم، مریضی که وارد هر آفیسی میشه مینیمم بین 70-80 دلار خرجشه. دلیلش یه نوع مشکل داره دکتر، شما بهتر از من میدونید. مخارج داخل یک کلینیک پزشکی خودش قابل طبقه بندیه در شکل‌های مختلفش.
اولا یکی از مشکلات که شما باش مواجه هستید همین بیمه مالپرکتیس شماست. بیمه های متفاوت. اصلا خدمتتون عرض کنم که وقتی که شما ملاحظه بفرمایید مثلا یه مالپرکتیس رو داریم بعدش بیمه که یه کسی اونجا نخورده باشه زمین رو داریم، بیمه حالا آتش سوزی و زهر مار اینا که همش به کنار، ورکسمن کامپنسیشن دارید. اصلا یه چیز عجیب، شما فکر بفرمایید که وقتی شما یه نفر که استخدام میکنین ما حدود یک سوم این پول اضافی بر... مثلا اولا کارمندای پزشکی اغلبشون رقمای درآمد خیلی بالاست. یعنی چی؟ یعنی کسی که رفته آلتراسان خونده انتظار داره دیگه حداقلی که میخواد بگیره $25 در ساعت، کمتر که نمیگیره دیگه، برای اینکه کلی وام گرفته تا همون سرتیفیکیت اولتراسان شده. بعد حضورتون عرض کنم که یه نرس پرکتیشنر که شما میگیرین $60 در ساعت، یه پزشک که داری میگیرین در حدود مثلا اگه بخواین استخدامش بکنین با مخارج و با مال پرکتیس که میگی سالی $220,000-$230,000 از اول حداقل باید به این آدم پرداخت بشه. و وقتی شما بعد حالا تکسای مختلف که داری میدیم چی آخر سال سیتی 1% میگیره، شما چه هر یعنی یه رقمی رو سیتی میگیره، یه مقدار جو کانتی میگیره، حالا همه اینا. ولی چیزی که من الان میخوام فقط برای که میدونم که ممکنه وقتمون زیاد نرسه، فقط من این خدمتتون عرض کنم که اصولا حالا این اوباماکر رو که لااقل به مردم خبرشو بدیم، اگه یه نفر آدم باشه لااقل قیمتا رو بگم والا خواهش می‌کنم. آره چون البته حالا خیلی بحث داریم راجع به این مسائل پزشکی و اینا. آره بعدن. آره یه نفر اگه که خاص فولد کسی داشته باشه $15,860 که بگیره، قبلا خیلی کمتر بود، بهش مدیکال میدن، هیچ پولی نباید بپردازه. خب مدیکال هم سرویس بیمه یه فوق العاده خوبیه. اولا مدیکال. آره. ببینین واقعیت هم اینه، اینقدر فشار به ما میارن، اینقدر دولت کنترل میکنه که من میتونم به جرأت بگم مریضای مدیکالی به مراتب از کسانی که بیمه خصوصی دارن بیشتر سرویس میگیرن. کاملا نظر درست. خدا رو شاهد میگیرم که من خودم الان اینو میتونم، من از سال 1982 HMO داشتم و این بیمه مدیکال جز اولین گروهی بودم که مدیکال رو شروع کردم در اینجا. همیشه هم بیمه خودتونو میگیم؟ نه بیمه مدیکال که با دولت از دولت قرارداد داشتیم. ما یکی از بزرگترین اوائلش که بزرگترین پرووایدر تقریبا یکی از تو ساعته یا اینا HMO بودیم ما. من همیشه معمولا بین 8 تا 10 تا 12 هزار نفر بیمه شده داشتیم، به خصوص در منطقه ساعته چیز ردانو بیشم. حضورتون عرض کنم که این کسایی که میان تمام پیشگیری ها رو باید انجام بدی، تمام واکسن ها رو باید بزنی، سر موقع باید بهشون خبر بدی آقا دواتو نگرفتی ها، برو دواتو بگیر. سر موقع باید بهش خبر بدی ماموگرامتو باید بکنی ها، نمیشه نکنی ها. سر موقع کجاش بده؟ فقط حالا اجازه بدین، فقط مشکلی که به وجود میاد اینه که یک سری آدم های متوقع میاد پرز بکنیم جوش صورت داره، با اون به خدا جوش صورت درمانش یکیه، من میخوام برم متخصص ببینم. خب اینا رو اون بیمه ها خیلی هاشون ممکنه اجازه ندن که ما هی مرتب پیش این بپرسیم پیش اون بپرسیم. امروز کمرم درد میکنه فرده. ببینید به خاطر اینه که اینا اومدن گیت کیپر گذاشتن، یعنی پرایمری کیر فیزیشن پزشک خانواده که گذاشتن که اون باید همه این کارا رو بکنه، حتی تصمیم رو ما باید انجام بدیم، اگر غیر نرمال بود باید بریم. خب اینه که با ایرانی نمیشه کنار ما، چون ایرانی متخصص میخواد، همش متخصص میخواد. ولی نه شما حالا این نزنید تو سر ما ایرانی. نه برای اینکه اجازه بده دکتر یا خود رحم داشته باش. اولا تعداد ما ایرانی ها به یمن حضور جمهوری اسلامی در طول این سالها یه روند نقصانی داشته در مقایسه با سایر محافظ. بله سایر درسته. بله. یعنی شما وقتی من اصلا نمیخوام بگم نگوش من علتی که دارم اینو عرض میکنم اینه که
این افرادی لااقل بدونن که اگر این بیمه مدیکال دارن این چیزی واسه نه،, نه درست با ارزشه، ولی بیمه جان هنکاک نیست. جان هنکاک میدونی چی ده؟ یه زمانی میگفتن بیمه جان هنکاک میدونی چی بود؟ نه. جان هنکاک اون آدمی بوده که امضای اسکناس ها اینا رو میکرده، میگفتن که این بیمه، و بعدم یه بیمه خیلی خیلی خوبی داشت که بهترین بود که ورشکست شد. ورشکست شدن؟ آره ورشکست شد. حضورتون عرض کنم که این بیمه بیمه اون نیست، ولی باشه کنار بیان با دکترها. به همین دلیل هم هست که پزشکا به ندرت اینو قبول میکنن، ولی من همیشه این افتخار داشتم و این افتخار میکنیم گروه ما که هرگز حاضر نشدم اینو قطع کنم، به دلیل اینکه فکر میکنم که یکی از بزرگترین کارهاییه که باید انجام بگیره و حتما باید ادامه پیدا بکنه و این کار با کمال میل انجام خواهد. چون من و دکتر کامران بروخیم از نظر فکر سیاسی آمریکایی یک نوع خط فکری رو تعقیب میکنیم، یعنی بیشتر تمایلاتمون به خط دموکرات هاست، بعد هیچ وقت اینو پنهان نکردم، منم نکردم و تو اون خطم یه مقداری درگیر کردن بحث دشوارتره. البته میشه وقتی با پزشک مواجه هستی، همیشه پزشک رو اذیت کرد. حالا اجازه بدین با یه نفر اگه 15800 شد، حالا اگر نازش جمله‌ام تموم کنم، جمله‌ام اینه که اگر پزشکی هست که دارای تمایلات مخالفه و اصلا میخواد تمام حرفای دکتر بروخیم هم چالش بکنه، جاش تو این برنامه بازه، فقط زنگ بزنید آمادگیتون اعلام بکنید، یک شب مباحثه پزشکی و اثر مسائل پزشکی آمریکا که بسیار مسائل مهمی است، من فکر می‌کنم بسیار مهمه، خواهیم داشت. حضورتون عرض کنم که الانم خدمتتون عرض می‌کنم همه دوستا و همکارای بسیار نازنینم همه‌شون هم از من گله می‌کنن، همه‌شون هم میگن که تو واقعا یه مقدار خیلی زیادی این کارهایی که داری می‌کنی داری مشکل واسه ما ایجاد می‌کنی، ولی واقعیت امر اینه که من بارها اینو گفتم بازم میگم، آقا من اگر دکتر شدم پول جنابالی بوده، پول کارگر اونجا بوده، کشاورز اونجا بوده، دین دارم به این. اگر اومدم این امریکا دارم زندگی میکنم و الان تونستم بیام اینجا یه زندگی راحت و مرفعی داشته باشم، همین بدبخت کارگری که داره میره کار میکنه، همین مکزیکی، همین چیزا، اینا دادن یه مقداری که تونستم بکنم. ببین دکتر، چون با توجه به وقتی که داریم شما رو آوردن سر اون خط قضیه اصلی، کمچه کار آسونی نیست، چون بسیار مسلطی به حرفات و کار من دشوار میکنی. با توجه به وقتی که داریم، من میخوام برم سر اون اصل مطلب که چرا، چون یه جمله گفتی که اون جمله مسئله است، یعنی به سادگی گفتی و گذشتی، و اون که پزشکان اون درآمد سابق رو نخواهند داشت. نه نه درآمد، یعنی به طور کلی ببینید وقتی شما بر بابت یه مریض میخوام، مثلا فرض میکنیم شما یه مریض و یه متخصص که داری میبینه میخواد بهش $14 بدن یا $18 یا $20 بدن، خب واسه صرف نه، من به اینا کار ندارم، اینجوری نه. شما روزی که رفتیم اون قسم بقراط رو خوندیم، شما ببخشید توش نبود که بقراط بگه اگه صرف کرد قبول کن، اگه صرف نکرد قبول نکن. آره، البته یه چیزی خدمتتون بگم که اون آدمی هم که بعد مخارج آفیسش هم در بیاره، خرجای دیگه‌ش هم در بیاره، مخارج مالپرکتیس هم بتونه بده و یه مقدار خیلی زیادی، تعداد خیلی زیادی از میتونی به من بگی که میزان بانکراپسی پزشکا در اثر فشارهای هزینه‌های جانبی، شما پزشکی هستی که سالها در این زمینه‌ها کار کردی، چقدره در آمریکا، چقدره در همین کالیفرنیا؟ تعداد کسایی که دارن از پزشکی میرن بیرون و خیلی زودتر از حد معمول دارن بازنشسته میشن، تعدادشون با کم متاسف بسیار داره بالا. خیلی خب، میدونید چرا؟ شما بهتر از من میدونید. یکیش ممکنه هزینه‌های داخل سیستم پزشکی باشه، یکی این که کل ساختار سیاسی آمریکا ارزشی برای کار متخصص به معنی متخصصی که از مغزش استفاده میکنه مگر در شرایط خاص قائل نیست. نگاه کنید به اون چی که در آمریکا داره توسعه پیدا میکنه. شما ببینید یه بسکتبالیست توپو میندازه اون حلقه، 60 میلیون در سال میگیره. شما بزرگترین جراح مغز و اعصاب و قلب در آمریکا رو درآمدش حساب کنید، ببینید چقدر میگیره. من این یه روند گرایشی رو به وجود میاره نسبت به بی اعتباری کل تخصص و توانایی فکری. من حالا ولی واقعا ملاحظه بفرمایید، مثلا اون شما که مثال زدین
ولی یه چیزی دیگه هم در توجه داشته باشین. یه پزشک، من پسرم متخصص قلبه، بله. الان 29 سال درس خونده، بله. در الانم اومده متخصص قلب و عروقه، به حساب اینترونشنالیسته، کسیه که از طریق رگا رو باز میکنه، چیز میکنه اینا. مخارجی رو که در عرض این مدت و گرفتاری هایی که به طور کلی که به اضافه که قسطی رو که اغلب پزشکان بایستی بپردازن تا عبد، چون الان چند تا دیگه پزشک بودن با من صحبت میکرد، حالا مثلا ممکنه اصلا غیر قابل تصور 4000 دلار در ماه قسط دادن بابت گذشته لونایی که داشتن، خب اون رقم خیلی بالاییه. ولی به طور کلی این که خدمتون عرض میکنم اینه که وقتی نگاه بکنین، حالا همین آدم های دیگه میتونن برن با خیلی اگه پولی بخواد باشه، ولی پلژر اون لذت پزشکی رو میتونم قبول دارم که حرف شما رو، که اون لذت پزشکی چیزی دیگه است. حالا من نمیدونم که میخواین این بقیه اینو بگم که از 30000 رو فقط به خاطر اینکه بین 15960 دلار تا 45960 دلار اگه یه نفر آدم بازم درآمد داشته باشه، باز کمک هزینه میگیره برای این بیمش. دو نفر آدم باشن اگه 21400 دلار داشته باشن مجانیه، بین 21400 تا 62040 بازم کمک میگیره. از سه نفر باشن 26950 تا 78000 و 26950 مجانیه باز، ولی تا بین 26950 تا 78120 بر اساس چقدر درآمد داشته باشن کمک میگیره از بیمه. اگر 4 نفر باشن 38050 دلار درآمدشون باشه مجانیه باز، یعنی بیمه مدیکله. اگه بین 38050 با 110289 باشه برای 4 نفر، که من اطمینان دارم تعداد بسیار بسیار زیادی از ایرانیان هرگز 4 نفر 110000 دلار اعلام نخواهند کرد، یعنی ممکنه که نداشته باشن. حالا حالا اونایی که دارن اعلام نمیکنن که اون یه سنت ایرانی است. نه حالا نه، اون سنت مال خیلی کسای دیگه هم ممکنه باشه همینجوری. به هر حال اینی که به طور کلی این وقت که نگاه کنیم کمک بسیار زیادیه. ولی خانم ها آقایون، اگر میخواین بیمه داشته باشین برین بگیرین. بیمه نداشتن تو این مملکت اگه شما اصلا یه فاجعه است، یعنی بزرگترین ضربه‌ای که ممکنه به شما بخوره همینه. این که عرض کردم که خدمتون عرض میکنم، الان بیشتر افرادی که بیمه ندارن چیکار میکنن؟ نمیرن دکتر، بعد یه دفعه میرن امرجنسی روم. امرجنسی روم مخارج بسیار زیادی که ایجاد میکنه. حالا دو حالت داره، یا این آدم میره به یه صورتی میگه آقا من ندارم و اینا مدیکال میگیره که همونجا دولت باید پولش بده، یا میرن از این اگه خونه ای داشته باشه، زندگی داشته باشه، میرن لیم میذارن روش، گرفتاری های مختلف ایجاد میشه براش. خانم و آقایون استدعا میکنم حتما برین و در این مورد به احتمال خیلی زیاد یک گروهی رو واقعا برای کمک کردن، برای که بخواد این کار به نحو درست انجام بگیره، من سعی دارم میکنم که بتونم یک گروهی رو آماده بکنم که بتونن کمک کنن که مردم بگیرن این چیزا رو و مشکلی برشون به وجود نیاد. دلیلش هم اینه که رفتن داخل سیستم مشکله، متاسفانه در هر ساعتی یک رقم بیشتری رو وارد نمیکنه در سیستم، و الان اگر تعدادی رو که کالیفرنیا میخواد به اون تعداد اصلی نرسه، مشکل خواهند داشت در مورد تامین بودجه. بینندگان عزیز، این یه بحث مقدماتی بود در مورد افوردبل کر یا اوباما کر، که حتما باید به صورت خیلی گسترده‌ای در یه پنل پزشکی که در آینده اون رو تشکیل خواهم داد و تخصص‌های مختلف پزشکی رو دعوت خواهم کرد. متاسفانه وقت برنامه خیلی محدود می‌کنه، ولی خوبه، می‌شود. ما باید یاد بگیریم که در زمان کمتر خیر چی میگن؟ خیر الامور استاد. نه میگن که کوتاه کن کلام رو ولی مفید بگو. حضورتون عرض کنم که والا من که نمیدونم چی، کسای دیگه که نمیدونن، فکر نمیکنم خود دولت و دستگاه و اینا بدونن. همینطور که میدونین نمیدونم چند هزار صفحه است، هنوز هیچ کی نمیدونه این داستان به کجا خواهد انجام. ولی یه چیز روشن، به نفع ما ایرانی هست. به نفع
همه مستضعفان ایالات متحده آمریکاست که در واقع طبق گفته ها و به استناد گفته های دکتر بروخیم 170 میلیون آمریکایی رو شامل میشه. 50 میلیون که هیچ نوع بیمه ای ندارن، 120 میلیون نفر کسانی هستن که گرفتار حقوق بازی بیمه ای هستن و اونها هم واقعا بیمه ندارند. برای که وقتی بیمه ای رو قرار شما 50% قیمت دارو رو بدید، ویزیت بسیار سنگینی رو به عنوان کوپی بپردازید و ما 1000 دلار هم بدید و ما 1000 دلار هم بدید، این در واقع بیمه نیست، این کلاه شرعی است که در مورد یک قیمت خدمت اساسی که در بسیاری از نقاط دنیا حل شده پرداخته بهش. این کشور سردمدار بزرگ تکنولوژی قرن 21 که بسیار هم مفتخر و مباهی هست بهش، به فکر مردمش نبوده. این واقعیت دردناکی است که هر روز در جهت گسترش فاصله طبقاتی در امریکا بسیار اثر میگذاره و اگر که پزشکان آمریکایی که ایرانی هم جزوش هستن درآمد کافی ندارن، این واقعا فقط یک عاملش میتونه باشه پایین آمدن نرخ خدمات به دلیل خدماتی که فرض کنید مدیکال یا مدیکال. با توجه به که اصولا ببخشید که خیلی سریع هم میگم، تمام سیستم امریکا رو متاسفانه وکلا اداره میکنن، همونه که بدبختی دیگری هم هست برای مال پرکتیس، همونه که بدبختی دیگری واسه همه چیزا، همینه که الکی تلفن این درخواست این که اگه خوردی زمین اینو اینجوری کنم، اگه اونجوری کردم اون کارو بکنم. یه دونه مؤسسه خیریه بدبختی که با پول مردم درست شده واسه پیرمردا رو درست کنه، پیرمرد و پیرزن رو نگه داره، یه خانومی که میاد خودش بلند شده مثلا خورده زمین، میرن اونجا 500 هزار دلار میان از این تشکیلات میگیرن، بیمه 5000 دلار در ماهش میشه ماهی 25000 دلار. به هر حال در یک جامعه متعادل بین منی که کارگر ساده هستم و یک دلار در یک ساعت میگیرم و دکتر که بالاترین تخصص علمی جامعه رو داره، نباید فاصله بیش از 8 برابر تا 10 برابر باشه. بنابراین یک پزشک متعهد هرگز درآمد خودش رو با یک بسیاریست مقایسه نمی کنه، بلکه یک ساختار متعادلی برای دستمزد در جامعه باید باشه. قاعدتا پزشکا در رأس اون قرار می گیرن چون مهمترین عناصر در یک جامعه هستن. اما در جامعه‌ای که تعادل وجود نداره، روز به روز مزد بگیرانش ضعیف‌تر، لاغرتر میشن. چهره آمریکا نسبت به 28 سال پیش که من آمدم خیلی تغییر کرده. اون طبقه متوسط درخشان روز به روز باریکتر شده. این سیستم خوشایندتر شده، ولی جایی ممکنه که به کلی کمرش بشکنه. ولی بازم با تمام این تفاصیل بازم بهترین جایی که میشه توی زندگی کرد. برای ماها که مملکت اون رو ترک کردیم، بهترین جای دنیا بوده که آمدیم و بچه‌هامون هم به مراتب زندگی های درخشان تر از خودمون دارن. بزرگترین افتخار همه ماها اینه که هممون عاقبت به خیر بودیم، بچه هامون خوب در اومدن. این بزرگترین چیز دنیا عاقبت به خیریه که وقتی کسی بچه هاش موفق میشن، بزرگترین لذت دنیا مال همونه، هیچ چیز دیگر هم بیشتر. نوهات دیدم دکتر چقدر خوشگلنه. بله واقعا نوای بسیار خوشگل دارم. منم هم دارم به همون خوشگلی هم. آره خب میدونم، حالا بعد میذاریم ببینیم که ما مسابقه میذاریم کدومشون خوشگل تره. بینندگان عزیز، برنامه دیشب که پخش شد با حضور مهمان من عزیز من آقای مهندس امیر شجره بسیار مورد توجه شما قرار گرفت. عده زیادی از شما به وقت برنامه اعتراض کردید که در شرق امریکا و شرق کانادا قابل دیدن نیست. امیدوارم تا فردا شب آقای شجره به من بگن بازپخش‌های برنامه در چه ساعتهایی خواهد بود، شاید این مسئله حل بشه. فردا شب در برنامه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود یادی خواهیم کرد از ماندلا، به پرونده انرژی هسته‌ای ایران خواهیم پرداخت، به عمل کرده حسن روحانی و شاید نگاهی هم داشته باشیم به عمل کرده دوست آقای دکتر کامران بروخیم، آقای نتان یاهو نخست وزیر اسرائیل. بله بله که واقعا بسیار دوست بسیار بسیار خوبیه. دکتر سپاسگزارم از حضور لطف کردید که آمدید. دکتر بروخیم رو در برنامه های آینده من هم خواهید دید پای پنل های پزشکی. هر جای کستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد. به اتفاق وارتان تکنیسیان فنی برنامه، به شما شب خیر میگم.